از همین ایمان راسخشون به پیروزی مردمشون به دست میاد که خیلی چشمگیر و خب همه دنیا رو هم به تحیر واداشته. حالا فکر میکنم که خوبه در اینجای برنامه از حکایت صحنه‌های حیرت انگیز رویارویی تنهای بی سپر با داس و تبر و گلوله بشنویم. صحنه‌هایی پر از شرار، از عزم، از سترگ پیشگامان فدا برای آزادی مردم ایران. سه‌شنبه نهم مرداد به خاطر تهاجم مزدوران عراقی خودمو به دم در رسونده بودم. تعداد زیادی از مزدوران نیروی ویژه عراقی از سمت مصلحی وارد محوطه اشرف شدند. سیاجو کندن و پلیتا رو برداشتن. لحظه خودم جلوی در شیر بودم و می دیدم که پشت سر هم برادرها با سر و صورت خونین یا دست شکسته از سمت مصلحی بیرون می آیند. خودم رو به اون سمت رسوندم. نیروهای مزدور کاملا آموزش دیده بودند. اونا به سر و روی ما سنگ می انداختن. مزدوران سنگا رو طوری پرتاب می کردن که در حالت چرخشی به بچه ها و بچه ها رو به سختی مجروح میکن. توی اون نقطه که ما قرار داشتیم تعداد مزدورا ده ها برابر بچه های ما بود. ما در مقابل اونها که قصد داشتن ما را عقب برونن ایستاده بودیم و شعار میدادیم. مزدورای خامنه‌ای هم با میله آهنی، آرماتور و چوبای بزرگ به سر و روی بچه‌های ما می‌زدن. در هنگامه مقاومت بچه‌ها برای ممانعت از ورود مزدوران به اشرف، چند برادر به سختی مجروح شده بودند و اون طرف در میان مزدوران مانده بودند. ما شعار میدادیم هیهات من نزلیم. چون در بسته بود نمیتونستیم به سمتی که برادرای مجروح بودن بریم. یکی از برادرها از شدت جراحت بیهوش شده بود. اون تمام پاش از آب جوش سوخته بود و لباسش هم پاره کرده بود. و ما تنها کاری که میتونستیم براش بکنیم این بود که آغبانوهای خودمون رو روش بندازیم. در همین حال یکی از مزدوران نیروی ویژه با آرماتور بالا سرش ایستاده بود، دستش رو روی گردن اون میذاشت و میخواست نبض اون رو چک کنه. بالاخره راهی باز کردیم و با دیگر خواهرانم به سمت داخل مصلحی رفتیم. وقتی رسیدیم مزدوران از روی پشت بام به سمت جنوب و غرب شروع به پرتاب سنگ کردند و مجدداً با ماشین آب پاش آب فشار قوی و جوش رو روی صورت خواهر رو گرفته بودند. آب با فشار شدید داخل گوش من به چندی از خواهرها رفت که درد شدیدی توی گوش و سرم پیچید و تعادلم رو زیر رگبار سنگا از دست داده بودم. در همون حال که آب با شدت زیاد روی ما ریخته میشد و پرتاب سنگای بزرگ به سمت ما بیوقفه ادامه داشت، همه با هم زنجیر کردیم و جلوی آب فشار قوی ایستاده بودیم و همچنان شعار می دادیم.
ماشینای آپاش باعث شده بود زمین به شدت گلی بشه و همه ما که شدیداً مورد ضرب و جرح قرار گرفته بودیم تا نزدیک زانوهامون گل بود. با این وجود بچه‌ها همچنان زنجیر بسته بودن و کسی از شعار دادن نمی‌ایستاد. در همین حال تلاش کردیم خودمون رو به جلوی سیاج برسونیم که بالاخره موفق شد. نیروهای موضوع اون طرف سیاج ایستاده بودن. خواهران دست‌ها رو زنجیر کردن و جلو رفتن و به زبان عربی با مزدوران صحبت میکردن، ولی فرماندهشون با توهین میگفت من با شما حرف نمیزنم. خواهرها کوتاه نمی اومدن و ادامه میدادن. برغم اینکه چند ساعت ضربات باتون و چماق و آپاش خورده بودیم و بدن همه مجروح بود، در چهره هیچ کس خستگی دیده نمیشد. همه به هم کمک میکردن و هر کسی پیگیر حال دیگری بود. توی اون صحنه جلوی ما حدود 50 الی 60 ماشین مزدور به خط شده بود که همه اونها به سلاح مجهز بودن و با وحشیگری که ما شاهد بودیم خودمون رو آماده کرده بودیم که هر لحظه به روی ما رگبار باز کنه. با همه سختی های صحنه، داشتن یارانی این چنین بیباک شیرین ترین چیزی بود که من تا به حال تجربه کرده بودم. خودم هم در هر صحنه‌ای به شجاعت و بیباکی خواهرای دیگه اتکا می‌کردم و می‌ایستادم و فریاد می‌زدم. این همون چیزی بود که مزدوران در محاسباتشون وارد نکرده بودن. توان مجاهد خلق و زن مجاهد خلق. در هجوم بادهای سرد و وحشی تازیانه های بیره نیرنگ را با حرم لبخندشان به سخره کشیدند، آنان که پا به پای جنگ در رزمگاه هستی بر هجای آزادی معنا بخشیدند، آنان که بر تارک ادوار تاریخ خواهند نوشت تا هر که از آینده آمد تلألو پیکارشان را در گوش کودکانش آواز کند، آواز کند که برای آزاد ماندن، برای آزاد زیستن و برای آزاد جنگیدن عصیانیست، عصیانیست که از حنجره های سرخ هر کدامشان برخاست. می دانم فردایی که امروز در انتظارش هستیم خواهد رسید. می دانم یک روز داستان ما را خواهند گفت و آنک داستان کوه که هیچگاه از جای خیش تکان نخورد فصل دیگری خواهد شد از شاهنامه کوه ساران این مرز و بوم.